سلام. بین را پیادت میکنم. من خانم اومدم شهر. اگه نگفتم فعلا نیاد. از تو چی کاره ای؟ من حریفشون نمیشم. خودتون که میدونین خانم. خیلی خوب. ببرش هتل تا برگردم. چشمو. سمی چیزی بگیرم میگیرم آقا نشید یه جا میدادم نه کسی ازت یاد میکنه نه کسی میشناسته نه آقا نشید تو بیامون هم این دادم بیامون خوبه آقا ما به خدا حرفی نمیزنیم آقا ما دهنمون قرصه فقط زیا رو نمیدونم آقا زیا مگه حرف بزنه من چشم تو میبینم آقا چرا آقا وقتی آقا به دست بزنه آدم چرا و اما دیگه نمیاره فهمیدی یا نه؟ فهمیدم آقا فهمیدم نمیخوام پیادشین بایدون خط و پسر توتون چی؟ چش آقا خانم شکیبا بفرمایید ماشین هست شما بفرمایید من خودم میرم خواهش میکنم بفرمایید کردیم ملاقات های گاه و بیگاه من و شما زیاد با به طبع من و خانوادم نیست فکر کنم بعد از این باید با پدرم صحبت کنید من شناخت زیادی از شما ندارم هر چیزی لازم باشه بهتون میگم من چیز پنهونی ندارم میخوام تا اونجایی که میشه از خانواده مصطفی دوری کنم هر طوری شما بخواین هر جایی بخواین زندگی میخواین اما از بابت خاندان مصطفی نباید نگران باشین من قصد سرشاخ شدن با آشنا ندارم دنبال کینه توزی و جنگ و دعوا نیستم اگه جای دیگه کار پیدا کنم که هیچ در غیر این صورت مثل مادرم یا مثل فریده میشینم توی خونه شوقه البته نبیرم جواب مثبت تلقی کنیم همه چیز موکول میشه به گفت و شنود شما و پدرم سر جان این کار درستی نیست چند روز عزاداره یه چیز اون میگه یه چیز تو میگی بحث و جدل میشه و ماجرا از اینی که هست سخت‌تر میشه نترسین دایی جان من میدونم دارم چی کار میکنم شکو میدونه میخوای این کارو بکنی شما بریم تو اتاقتون نگرانم نباش نمیدونی دیگه نمیدونی یه چند روزی استراحت میکردین جانم توتون چی فعلا استراحت بر من حرومه آره خب سر کار باشین شاید بهتر باشه تو خونه میمونین فکر و خیال اذیتتون میکنه
بگو حرف چیه؟ کار دارم. قطع این عکس خیلی کوچیک بود، به زحمت به این اندازه درش آوردم. قشنگه، خدا رحمتش کنه. عکس چیز غریبیه، خودش نیست ولی تصویرش هست، موندگار میکنه آدمو. از این طرف اون طرف چیزایی شنیدم که خدا کنه واقعیت نداشته باشه. چی شنیدی؟ امروز نه، فردا، یه صبحی، یه ظهری، یه شومی، بالاخره میفهمم که پسرمو از من گرفت. این چاقو رو میشناسی؟ شاخ گوزنه، آل زنجانه، همیشه تو جیب شاهرخ بوده. با چیزی همین چاقو که مال شاهرخه، گوش تا گوش گلوی اون کسی رو که شبونه و به نامردی پسرم رو از من گرفت میبرم. جای شما باشم میسپارمش به خدا. کینه توزی و عصبانیت سر آدم به باد میده آقای توتونچی عزیز. خاک سرده، زود یادتون میره. فقط مواظب باشین بقیه اعضای خانوادتون یه وقت صدمه نبینه. دستی و هنوز اونقدر شفاف نشده که بشه باشون عکس خوب گرفت. فقط عکس‌ها رو تارو خفه میکنه. عواد چاپ ظهوری هم که برای من میارن انقدر از تاریخش میگذره که دیگه اصلا کار کردی نداره. عکس‌ها اینجوری میشه. نبا کنیم داری میگی؟ تو زن منی، من هرچی بگم تو همون انجام بدی. مگه روزی که اومدی خواستگاری کور بودی؟ ندیدی من چه شکلیم؟ من از روز اول همین شکلی بودم. الانم بابا جون ایشون حرفاشون رو زدن تمام شد. بریم قربون. سلام آقا جون. علیک السلام. من برای یه موضوع اومدم خدمتتون. معصومه گفتش. معصومه خانم. چشم معصومه خانم. شما بگی توقع زیادیه یه مرد از زنش بخواد به حرفش گوش بده. به شرطی که شوهرش هم حرف حساب برای گفتن داشته باشه. آقا جون شما بگید. یعنی همه مردایی که دست زنشونو میگیرن میرن مهمون دولتی. حرف بی حسابه. چی فکرشو میکرد یه روزی پسر حاج صادق ابتهاج دست محرمشو بگیره بخواد ببرتش با سر لخت مهمونی دولتی؟ ماهی، سالی، جلسی، مهمونی، چیزی اونم که زود تموم میشه. شک ندارم بابا در دست کارای تو سجگاه شد. بالاخره هر جایی رسومات و آداب خودشو داره. اتفاقی نمیافته. گناهه، گناهش گردن من. اونی که ناموسشو میبره یه همچی جاهایی بی غیرته. بی غیرت حکم دیپلم شدن من مرسوم. آقا درسته که مخصوم خانم شما لجبازی کنه، حکم ماموریت من تو سوئیس بره رو هوا. من نمیفهمم با دو ساعت بی حجابی دینه کی به بعد رفته که مخصوم خانم شما دوبامیش باشه. برو بی غیرت، خونه تو کردی پاتوق. بی حساب کتاب آدم ها میرن و میرن. این یه گرم کسی به دوره قصاب بیاد امروز دفرمت فردا میبرنه. شما داری به حکومت گستاخه میکنی. آقا فردا سر اذان ظهر میای محضر سید رئیس، طلاقنامه این دختر امضا میکنی، میدی به من، میدی رد کارت، میری هر مهمونی لجن درمانی که میخوای. فهمیدی یا فرو کنم تو گوشت؟ خب دخترم، من یه جایی خوندم که اگه تو نور مستقیم با همین دوربین عکس بگیری زمان موندن عکسم تو داروی ظهور بیشتر بکنی عکست شفافتر میشه. اینجور کارا رو بگید براتون انجام بدن. شما که اینقدر خدم و حشم داریم. دوست دارم خودم به این عکس دست بکشم. خدا رحمت کنه مرحوم عطا دوله رو. بچه که بودم باید هر روز این عکس‌ها رو مرور می‌کردم.
انگار هر بار یه چیز تازه توشون پیدا میشد. مرحوم پدرم وقتی این عکس رو گرفت من 7-8 سالم بود. تازه دو تا عکاس پوشی از فرنگ اومده بودن. اون وقتا که تو هر خونه ای عکس نبود. دادم نقاشیشو کشیدم. میخوام بخونم. چی؟ میخوام بخونمشون. خوندن این مهمات فایده ای برای تو نداره. غیر از اینکه هوایید میکنه. گفتید برگرد ایران. برگشتم. لااقل خوندن اون نامه ها رو از من دریغ نکنید. نوشته میخواد زن اختیار کنه. باور نمیکنی؟ پس چرا نمیذارید خودم بخونمشون؟ این رفتارتون منو ناراحت میکنه. خودم میخونم جوابشو میدم. مردا همه غیر قابل اعتمادن. مخصوصا اگه فرنگی باشن. اینو بفهم. وقتی میومدم ایران گفت میام دنبالت. بساطو جمع کنه جا. ولی نایمد. شاید اتفاقی براش افتاده. هیچ چیش نشده. برای سرگرمی بودی. هیجان بودی. الانم هر چی راجبش کمتر فکر کنی برات بهتره. قبول باشه دخترشون تو چرا قد از من عکس میگیری؟ خب دلم میخواد تو خونه هر طرفی رو که نگاه میکنم صورت ماه تو ببینم. جای صورت ماه من برو اون دیگو هم بزن. شما از برگشتن من ناراحتی آقا جون؟ نکنه وقتی من نبودم اوضاع بهتر بود؟ برو اون خوشگاه رو بنداز اون بر. این محله قدیمی آقا جون. مردمش همش دارن تو کار همدیگه سرک میکشن. میخوام اینجا بریم. عزیز دلم محله بدون حرف نمیشه. گورم بیعذاب. این خونه ستونش لقه. یه باید بیان سخش رو سرمون خراب میشه ها. تو حرفای فریده ناراحتی. وقتی بهتون گفتم خونه رو عوض کنیم شما قبول نکردی. اومد به من گفت پولا رو بده به من. من آقا جونو تو راضی میکنم. شاید حق داره. شما بیش از اندازه قانعی. وقتی میتونی بریم توی خونه بهتر زندگی کنی. وقتی میتونی بزرگتر مغازه شهر رو داشته باشی. 100 برابر الان درآمد داشته باشی. چرا قبول نمیکنی آقا جون؟ چرا قبول نمیکنی؟ نفس پدر. روزی هر کس از پیش مقسومه. رزقش هم معلوم. هر چه اون باشه اینقدر میگرده تا صاحبش رو پیدا کنه برسه به صاحبش. شما هیچ وقت نخواستین پیشرفت کنین. همیشه به اون چیزی که داشتین راضین. آخه این بدی دیگه آقا جون. از دویدن زیاد فقط کفشات پاره میشه. آقا جون بیاین قبول کنین این خونه رو عوض کنین. ببینم الان تمام درد و مسئله تو این خونه است. شهروز هر وقت بهت کار میسپرم گم میزنی توش. مگه قرار نبود برای ریاست بیمارستان فروغ زمان یه کاری بکنی؟ چه کردی؟ چی کار میکنی؟ شرمندم نشد پدر سخته. اگه بازم اومدی الکی ازم پول بگیری ندارم. من که جان نسارم خانم. پول بشه نوکری شما چه ارزشی داره؟ اما واقعا در یاد من نیست. قبلا که خدمتتون عرض کردم عملای جراحی فوق زمان خانوم موفقیت آمیز نیست. گیر داره. دکتر کارش عمله. معجزه که نمی کنی که. من برای اطمینان قلبی خودم با چند نفر تو فرانسه مکاتبه کردم. فوق زمان خانوم آدم با احساس، پر انرژی، پر هیجان. حتی چند بار با آدم های مختلف رمل عشق انداخته بود. آخرشم که شما در جریانید. نامهاش هم موجوده. البته جوان بدی نبود و آوری اصل و نسب نداشت. نباشو کنار رود سن نشسته بود از چهره را گذارو من کشم. تو اومدی اینجا راجب زنی حرف بزنی که اون سر دنیا رفته درس خونده تو بهترین دانشگاه ها دکتر شده اومده به مملکتش خدمت کنه حرف داری؟ فردا روزی که بشه اولین وزیر زن ایران حرفای تو بشه نقل محفل زنها تو حموم زنونه؟ مشکل همینجاست.
گویا اشتغالات عاشقانه ایشون فرصت ادامه تحصیل رو ازشون گرفته، دانشگاه رو تموم نکرده. این چرندیات چیه؟ مزخرفات چیه میگی؟ کاش مزخرفات بود، اما متاسفانه حقیقت. الان کلی آدم صاحب دیوان هست که 100 تا قاتل لقبشون رو نمیکشن. اون موقع که اونا طویله تو فرنگ تمیز میکردن، دختر من تو بهترین دانشگاهی اونجا درس میکنه. فرمایش شما صحیح، اما این دانمایی که الان شما میگی پشت میز مدیریتی، ریاستی، منصبی نشستن، یا کاری انجام نمیدن یا کاری انجام بدن سالات رو میچیفی گند شهریا. اما فوق زمان خانوم تیغ جراحی دستش میره تو اتاق عمل، اینو که نمیشه داد زیر فرش، جون مردم دستشه. فروغ و زمان اگه اینا رو نبینه، اینا با پشکل و انبرنسارا خودشون مالجه میکنن. این ماجرا رو فقط من میدونم و تو. اگه از دهن یکی بشنوه. چشم. خودم حلش میکنم. تو این چند روز یه کاری میکنم که هیچ مریضی حاجت نگرفته از اتاق عمل فروغ و زمان بیرون نیاد. چجوری؟ افتخار ملاقات کیو دارم؟ شکوه السلطنه، همسر مصطفی و زمان متوفا. وصف تو رو شنیدم. منم وصف تو رو از دخترم شنیدم. تو این خرابه تبابت میکنی؟ اینه بیمارستانه؟ من گلازین تجویز میکنم برای بهبود بینایی چشم شما. پس راجب روکیت گزافه نگفتن؟ بالاخره شلاقم باید برازنده تن خورندش باشه، نباید باشه. خونتو کردی شفاخونه غیر قانونی و خانو، اگه محض تهدید و ارعاب تشریف آوردید اینجا، باید خدمتون بگم آدرس غلط بهتون دادن، کمیسری 3 کوچه بالاتر. نه، من از سر دلسوزی و برای کمک به مردم آمدم. بفرمایید، گوش میدم. اونجا آدم های بیگناهی هستن که دارن جون میدن، شما باید برگردین به اون بیمارستان. بنده اجالتا مسئول این شفاخونه هستم. یه کسانی میخواستن برای نوشتن اینا و ساختن یه بیمارستان غیرقانونی بیان سر وقتتون، من مانع شدم. خانم، شما خیالات بزرگی برای دخترتون تو سر دارید، ولی با این روش محاله. آفرین، انگار که باهوشی و قصد منو فهمیدی. چقدر بهت بدم که برگردی بیمارستانو به فروغ کمک کنی؟ اینجا برای معالجه مردمی که مراجعه میکنن بسته به وضاحتشون، گاهی وقتا نیم کیلو خرمای انجیری، کشمشی، چیزی میگیریم. نه، برای مداوای تو اینم نمیگیریم. نه گفتن به منو که میدونی یعنی چی. بیا برو بیرون خانو، خدا اول بلا رو دفع میکنه بعد خیرش رو نازل میکنه. همین که جون مردم بدبخت بیچاره رو گذاشتی زیر دست اون دختره که از پزشکی هیچی نمیدونه، بسه. اگه مردم اینا رو بفهمن کس و کسانتو نابود میکنن. بیرون خانو، بیرون. معلومه که سر این آبشخور از کجاست، یک جا بیشتر برام باقی نذاشتی. پروفسور ناحسابی، دفعه بعد، نفر بعد مثل من نیست. کجا داری میری؟ برو هتل. آقا امشب جا به جایی رو تحویل داریم. امشب نه. حالتون خوبه آقا؟ آقا شما خیلی بهتر از من سبک سنگین کردن و بلدین. شما
بله. سلام. سلام. شما آقای مهرگان هستم. خسرو. بله خسرو مهرگان، خوشحالم، خوش اومدید. در خدمتم. می‌خواستم بهتون یه اختلاطی بکنم. خب بفرمایید، بفرمایید بشینید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. خالی خالی که نمیشه اختلاط کرد. راستی مشکل کت شما حل شد؟ درخواستی دارم. بله، من از همون نوبه اول فهمیدم که یه کوکو کلکی به شلوارتونه. شوخی کردم بابا، حرف تو بزن. میخواستم اگه رخصت بفرمایین یه روزی رو تعیین کنین برای امر خیر مزاحم بشم. چایتون سرد نشه. اینو کرایه کردم. دخترم گفت زیاد نچرخون فنرش میشکنه. چرخوندم امانت مردم خراب شد. یه نگاهی بهش بندازم؟ گمونم فنرش شکسته. من این دختر رو به سختی لای زرورق بزرگ کردم. نمیتونم مثل کپه گندم به هر بادی که از راه میرسه بسپرمش. خواستگاری آدابی داره. البته برای امر خیر نباید اشکال تراشی کرد، ولی دختر من توفیق داره با بقیه دخترها. تحصیل کرده، سختگیره. منم که پدرشم سختگیرتر از اون. از من بدتون نمیاد. من سرم به کار خودمه. چیله پیلهی تو کارم نیست. دخترتون خوشبخت میکنم. درست شد. دستت درد نکنه. من چیز پنهونی ندارم. زندگیمون بریزم رو داریه. کلی با خودم کلنجار رفتم تو جرأت کردم بیام اینجا. دیگه جرأت نمیخواد. امر خیره و شما هم حق داری بیای خواستگاری. ولی خب توقع جواب مثبت نداشته باش. پاشو با خانواده، اهل بیت، بزرگترت بیاین، میشینیم، گپ میزنیم، میوه، شیرینی، چایی، چیزی میخوریم. بزرگواری میکنیم. فعلا که چشمه اول خوب اومدی. چاییت. حال بیمار خسروخان چطوره؟ خدا رو شکر الحمدلله حالش خوبه. هنوز رو همون تخت پسر همیشه گشته ما. بله ممنون. سلام شکیبا. خدا خسروخانم هستم. باشن، اشکالی نداره. زن آقای مهرگان هم هست. کی؟ زن خسروخان، مادر حسام. بله خانم، صبح اومد سراغ پسرش رو از من گرفت و رفت بالا سرش. الان هم از صبح اونجاست.
نتونستم اونجا دبونم مردم از بیخبری. من اینجا هزار جون درد سر گرفتم، حالا باید فکر تو شما نگران من نباشید. بهتره به کارات برسید، من خودم اینجا میشه بچه‌ام. اینجا مگه جای موندن عزیز دلم؟ من به شما نمیتونم شما میشه آقا جون باش، شاید حالش بد بشه. آقا جون شما شکر خدا سر حال و زنده است. شما بهتر نگران من این بچه باشی. اینطور میخواستین تکلیف این آقا رو یک سره کنی؟ من امروز حال مساعدی ندارم. میدونستم وقتی به اینجا برسیم پشتم رو خالی میکنی. پس کون دستای پنهونتون؟ این آقا داره منو تبعید میکنه به بیابونای سیستان. غلط میکنه توتون. غلط یا درست داره این کارو میکنه؟ امروز هم حکممون زده ریاست انحصار جنوب. ماجرایی در کار نیست، تموم شده رفت. برادر شکوهان سلطنه رئیس که نشد هیچ، تبعیدم شد. ای توف این زندگی و وقت سیاه من. سلام. مدتی ازتون خبری نیست جناب افروز. اتفاق قابل عرضی نبوده خانم. ببینم من تو رو فرستادم دربار چیکار کنی؟ بخوری و بخوابی و بچری؟ خانم ما که هر جا نشستیم و پاشدیم گفتیم نمک پرورده خاندان شمایی. مگه قرار نبود حکم به اسم اتابک بیاد؟ حرفت باد هواست. برای ریاست اداره انحصار آدم میکشن خانم. تو این دور زمانی تریاک حکم طلا رو داره، کل ثروت کشور از این اداره میگذره خانم. پسخر پرده رو بکنه. دربار براش مهمه که این شارگه حیاتی مملکت دست کی باشه. افروز به درد نمیخوری، داری صغرا کبرا میچینی که رو بیلیاقتی خودت سرفوش بذاری. خانم من یک کارایی میخواستم بکنم، یک نقشه هایی داشتم. تو این چند روز هر چقدر خواستم یه نشستی با مهراد خان بذارم پیداش نکردم. باید سیبیل چند نفر رو چرب کنن یا نه؟ این رئیس جدیده یک بگیر و به بندی را انداخته. حالا میشه یه کارهایی بر علیهش کرد، ولی مهراد خان به ما معلوم نمیذاره. آخه خودم با مهراد حرف میزنم. آقا دیگه مثل سابق نیستن، انگار دستورشون به کار نمیره. تو نمیخواد برای ما تعیین تکلیف کنی، هنوز اونقدر بدبخت نشدیم. مهراد خان هم اگه جواب نمیده لابد صلاح دونسته. بی بار بیرون. خانم من والله قصد جسارت نداشتم. باشه خبرت میکنم.
شکیبا. چرفی میزنی با شک کسی باشه کاردشو چهارم باشه باشه با کن باید دست به سرش کن بره ها جونم منزل خانم شکیبا اینجا منزل پرویز شکیباست خانم شکیبا هستن؟ فرمایش میخوام با خودشون دو کلوم حرف بزنن ادقل هستم چی میگه؟ میفرمان دو کلمه حرف داره بهش بگو بره بگو حسلشو ندارم واقعا میگم بره برو بگو حسلشو ندارم برو دیگه کار داره بعدا مراجعه کن خواهش میکنم بهشون بفرمایید من دو کلمه بیشتر باشون حرف ندارم خیلی کار دارم باشه صبر میکنم کارشون تموم بشه حالا حالا کار دارن برو بگو بیان چی میگه؟ خب بس خواهد هر روز معرکی را میندازی یا دردونه پرویز خیار بهت میگم چی گفت؟ چی گفت؟ چی میخواد باید حرف بزنه؟ نمیخوام باش حرف بزنم بیا برو بگو نمیخوام ریختشو ببینم ایوا به من چه؟ بهت میگم بیا بگو بره دیگه خیلی خوب برو خیلی خوب برو دارم اون بدم باشی دهنم اون کشتم هرچی بلد بودم نزارش میکردم مدکه فکولی تازه به دوران رسید فکر کردیم اون هشتم گره نوه من انگوش به دهن نشدیم تا یه خانزاری از دماغ فیل افتاده بیاد ما رو برداریم ببره بسه چی شده؟ آتیش به سر شدی؟ مردی که زن داره؟ میخواد بیاد خواستگاریم؟ چه؟ هم مهراد خان پر بیرا نمیگو من نمیدونستم چه ریگی تو کمچش دارم خیلی شما که زود جوش میاری، زود کف میکنی، زود سر میری او تو که عاشق شدی که پاره بهروز دست از سر من بردار، بیا برو رد کارت هی دل تو صندوق قایم کردی، الان دنبال گزه که میگردی که توش دب بکنی میگم زن داره، خودم دیدمش، دب چیه، گزک چیه من گمون میکردم زنش مون شده، یه خیلی سرش طلاق گرفته، نگه اینجوری باشه حالا چی؟ حالا چی فکر میکنی؟ شاید همین الان هم طلاق گرفته باشه اون قربوز طلاقی که اون به نافه اون بسته بود معلومه زنشه طلاق نگرفته من میدونم شاید مرد بدی هم نباشه بعد هم زن دوم شده هم چی اصفانی نشو اصفانی نشو خب بدبخت باید برزشته که تابوت سرش بیاد نه شما مهراد خان کلی قسم و یا برد که این بابا یه ریگ تو کف چشه تو به درکم حسابش نکردی یکم پرسجو میکردی سوال میکردی من خاک بر سر میفرستدی میرفتم تحتوشو در میابردم ای خود داشتام نری رو سر ملت و مردم بگو شکوفه زدم توش رم به کارش دیگه مردی که عوض باز یا برو خودت درست حسابی جوابش کن یا خودم میرم راستوریستش میکنم جواب مهراد خانم با من ببینم اگه تو دختر بودی یه همچین آدمی ازت خواستگاری میکرد چی کار میکردی؟ من اگه دختر بودم
کارهای بهتری برات بودم. شاید هم کارهای بهتری. اما اگه میراد خون بود سرم بود سرم رو میکنم تو برف که کشم این چرا نبینه. نشستم دست رو دست گذاشتم یه پشت کوی زپرتی بیادش که زندگیمو غور بزنه بره. نباید کاری کنم؟ خب فکر میکنی الان موقعشه؟ تا الانم معطل اجازه شما بودم، اگه نه تا حالا صد بار مرگشو دیده بود. آدمشو داری؟ کیو دارم؟ تا حالا تیرش خطا نرفت.